جنگ زرگری خامنه ای با خامنه ای، حمله اصولگرایان تندرو به دفتر رهبر جمهوری اسلامی درباره برخورد با پوشش اختیاری، اختلاف واقعی در بیت یا طرحی برای تغییر پیمانکار سرکوب زنان از نیروی انتظامی به سپاه پاسداران، تاکتیک تازه مسئولیت نپذیرترین رهبر جهان علیه آزادی زنان چیست؟ نیرو انتظامی از او خواسته شد، تأکید شد که آقا شما بیا تو میدون، حالا اومده تو میدون، حالا میتونیم خودمونو کنار بکشیم بگیم آقا کی بود من نبودم؟ نمیشه که. حمایت رئیس قوه قضاییه منصوب خامنه ای از این طرح، برنامه تازه جمهوری اسلامی برای سرکوب دوباره زنان کف خیابانها، دور دیگری از تلاش حکومت برای مقابله با پوشش اختیاری زنان که از 26 فروردین ماه آغاز شد با خشونتی کم نظیر، همزمان با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، رهبر جمهوری اسلامی برنامه‌ای همزمان را علیه دو دشمنش اجرا کرد، یکی اسرائیل و دیگری زنان. اگر سهم اسرائیل مجموعه پر سر و صدا از موشک‌ها و پهپادها بود که عمدتاً به مقصد نرسیدند، سهم زنان ایرانی خشونت و توهین بوده با چنان حجمی که حتی صدای برخی از هواداران حکومت را هم در آورد وقتی در جریان اجرای طرح نور، سفیران تاریکی خیابان را به محل نبرد با زنان تبدیل کردند. طرحی که 11 روز پس از این سخنان سریع خامنه ای علیه پوشش اختیاری زنان اجرا شد. خب حجاب یه حکم مسلم شرعی است، یعنی برای بانوان پوشاندن غیر از صورت و دو دست وجه و کفین واجبه. هفته گذشته مجید نوری، فرزند حمید نوری، معاون دادیار پیشین زندان گوهردشت که به اتهام مشارکت در قتل هزاران زندانی در دهه 60 در سوئد به حبس ابد محکوم شده، در شبکه اجتماعی ایکس فاش کرد مقام‌های قوه قضاییه به او گفتند راه اندازی دوباره گشت ارشاد مطالبه خامنه ای است. دو روز بعد اما مهدی فضائلی از اعضای دفتر خامنه ای در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد برخی مسئولان اخیراً به دلیل برخی کارهای بی‌قاعده در برخورد با پوشش اختیاری از خامنه ای تذکر گرفتند، سخنانی که با واکنش منفی اصولگرایان تندرو مواجه شد. از جمله محمد مهدی فاطمی صدر، یکی از تندروترین روحانیون حوزه علمیه قم، که در پستی که بعداً پاک کرد نوشت ما مقلد خامنه‌ای هستیم نه خامنه‌ای.ir. او در نوشته جایگزین باز هم به تفاوت دیدگاه خامنه‌ای و دفترش اشاره کرد. صفحه رسمی خامنه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس هم با بازنشر توییت فضائلی تلاش کرد نشان دهد که موضع او موضع دفتر خامنه‌ای است. اما وقتی حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان وابسته به خامنه‌ای وارد میدان شد، مشخص شد که کار بالا گرفته. شریعت مداری در یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت دفتر رهبر جمهوری اسلامی سخنگو ندارد و اگر او تذکری داشت حتما از طریق مسئولان دفترش میداد. شریعت مداری همچنین با اشاره به سخنان 14 سال پیش خامنه‌ای مدعی شد رهبر جمهوری اسلامی همان چیزی را میخواهد که پشت تریبون میگوید. منظور او این سخنان است. نبادا کسی تصور کنه که رهبری یک نظری داره که برخلاف آنچه که به عنوان نظر رسمی مطرح میشه در خفا به بعضی از اون خواص و خلصین اون نظر رو منتقل میکنه که اجرا کنن. مطلقا چنین چیزی نیست. اگر کسی تصور کنه تصور خطایی است. بله، خامنه‌ای دقیقاً همان را می‌خواهد که پشت تریبون می‌گوید، اما او را شاید بتوان یکی از گردن نگیرترین رهبران جهان دانست. همچنان که برجام را پذیرفت، اما وقتی آمریکا از آن خارج شد گفت من قبلاً هشدار داده بودم. همون که ورود واکسن کرونا بریتانیایی و آمریکایی را ممنوع کرد و جان ده‌ها هزار ایرانی را گرفت، اما بعد مدعی شد آمریکایی‌ها به دلیل تحریم‌ها به ایران واکسن ندادند. در مورد اخیرم به نظر می رسد دفتر حفظ و نشر آثار او که زیر نظر یکی از پسرانش مسعود خامنه ای اداره می شود در یک بازی رسانه ای تلاش کرده بازخوردهای منفی از خشونت علیه زنان را از خامنه ای دور کند. با این صورت بندی
که آقا موافق نیست. خامنه‌ای 15 فروردین ماه در جمع مسئولان نظام رسما از دولت و قوه قضاییه خواست که با پوشش زنان برخورد کنند. این قضیه حجاب رو باید رعایت بکنن، همه باید رعایت. بنده معتقدم در دولت، در قوه قضاییه، در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود داره، بایستی مسئولیت‌های قانونی و شرعی خودشون عمل کنن. بعد از انتقادها به پست مهدی فضائلی، او در توییت دیگر بار دیگر بر تذکر ادعایش اصرار کرد. اما نتیجه حواشی تذکر ادعایی مهدی فضائلی شاید گره از این تاکتیک دفتر خامنه‌ای باز کند. نوشته این عضو پیشین سپاه که 5 سال مدیر مسئول خبرگزاری فارس بود، باعث شد سپاه پاسداران با طرح تازه‌ای به نام سفیران مهر خیابان را از نیروی انتظامی تحویل بگیرد. طرحی که روزنامه جوان به نقل از فرمانده سپاه محمد رسول الله نوشته، در آن نیروهای سپاه و بسیج در اماکن عمومی سراغ زنانی می‌روند که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند. نشاندن سپاه بر سر سفره بیزینس مبارزه با پوشش اختیاری با ارقامی بالغ بر صدها میلیارد تومان. یک شنبه سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد از بهمن ماه گذشته تصمیم گرفته شده با پوشش اختیاری زنان برخورد شود. اندکی بعد از آن که خامنه‌ای در دیدار مردم قم مدعی شد پوشش اختیاری کار دشمن است، ورای دعوای زرگری دو گروه از ارادتمندان رهبر جمهوری اسلامی، حالا دیگر همه می‌دانند دشمن شماره یک زنان در ایران یک نفر است: علی خامنه‌ای، کسی که هیچ جوری نمی‌تواند دستش را این همه خشونت علیه زنان بشورد. مشتبه پور محسن، لندن.